هستن. چون مردم حق شناسن دیگه، از کار خوب انجام بده حق شناسی میکنن. آقای دکتر چرا الان اگر ما نظیر آقای جعفری پدر ارجمند شما به هر روی در وطن داریم، اما در میان مشغله روزمره آدم‌ها این آدم‌ها گم میشن؟ من یادم نمیاد زمانی که من بچه محصل بودم قبل انقلاب، که چه بعد از انقلاب، که ما روز معلم و با این تکریم و با این تجلیل و این قصه ها با این وزن و این حجم داشتیم. ولی به نظرم میاد که اون موقع ها ما دغدغه و دلشورمون بیشتر بود. من الان بسیار دبیران، آموزگاران و معلمان یادمه، ولی بچه های خود من اینقدر یاد نمی کنن. من فکر کنم کسی خدمت صادقانه انجام بده، من بعید از یاد نمیره، بعید میدونم از یاد بره. حالا شاید نمیدونم اون موقع بیشتر بوده این قضیه، نمیدونم یه اتفاقی افتاده. آقای جعفری باید بهتر بدونن. مثلا آنچنان که شما در گلپایگان قدیم درخشیدین، الان هم کسانی هستن بدرخشن؟ بله بسیار. من دبیران عزیزی که شاگردم بودن هم از نخبه های معلمین ریاضیات هستن، نه تنها من یکی. جناب خسروی، من یه اعتقاد دارم یه سیستم میتونه پرورش بده، یه معلم به تنهایی نه. یعنی در یه نظام آموزشی، یک، باید برنامه ریزی دقیق و صحیح باشه، مدیریت دلسوز و علاقمند باید باشه، کتابهای درسی متناسب باید تألیف شده باشه، و خود معلم در این سیستمه که با همکاران دیگرش میتونه روش کنه. فرض بفرمایید من فقط در ریاضی برم بچه ها رو کار کنم، اصلا نمیتونم به خودم کفایت نمیکنه. اگر حتی اون خدمتگزار مدرسه، اون مرد شریف، اون خانم ارزشمند که صبح قبل از ما میاد بخاری ها رو در فصل زمستان روشن میکنه، من یادمه اون وقتی که با چوب بخاری های کلاس ها رو روشن میکردن، این عزیزان و حتی معلمین ما، خدا میدونه آقای جلالی که معلم ریاضی پنج دبستان ما بودن، من یه دفعه یادم کلاس یخبندان بیرون سرد بود، همه بچه ها با لباس یخ زده اومده بودن دور بخاری، ایشون نشسته بودن چوب تو بخاری میگذاشتن که موهای جلو سرشون سوخت، و این خاطره هنوز در ذهن من هست. یعنی ببینید، اگر عشق نباشد، اگر علاقه نباشد، اگر همدلی نباشد، به جای ما نمیرسیم. آقای جعفری، بیشتر شما در مدرسه پدر بودید یا معلم؟ هر دو. یعنی شما باور بفرمایید، من یه سایتی هست گلپایگان به نام آخاله.ir، مقالات من اونجا 32 تا مقاله علمی و یا اجتماعی نوشتم. بله. یکی از مقالات که من اونجا نوشتم اینه که سرگذشت یه دانش آموز منه که اسم مستعار براش گذاشتن. این دانش آموز ته کلاس ناراحت نشسته بود، شاگرد ممتاز کلاسم بود، من نتونستم اون ساعت درس بدم. اومدم بیرون گفتم عزیزم چته؟ گفت چه فایده داره آقای جعفری، من جمعه ها میرم کارگری و در فصل تابستون همش کارگری میکنم و زندگیمون نمیگذره. بابا میگه نباید درس بخونی. رفتم با پدرش صحبت کردم، لطف به من داشت، تحصیل کرد. این دانش آموز الان در یکی از دانشگاه‌های بزرگ خارج از کشور رئیس یه بخش کامپیوتر. یعنی همون جور که برای بچه خودم دلسوزی کردم، خداوند به من لطف کرد که اونو مثل فرزند خودم بدونم. به قول شعری که در بوستان هست، من از بینوایی نیم روی زرد، غم بینوایان رو هم زرد کرد. مگه میتونه یه معلم عاشق بچه ها رو ببینه غمگینن و بخنده؟ مگه میتونه؟ آقای جعفری، در منزل کدام یک بیشتر بودید؟ بیشتر منزل معلم بودید یا پدر بودید؟ معلم. به نظر میاد هر کجا اون نقش ثانوی رو بیشتر ارجح شمردن، به واسطه اینکه نقش اولیه که بدیهیه، در منزل ایشان پدر قهرن و قطعا بودن، در مدرسه هم که معلم بودن، اونجا پدری رو پیشه کردند، اینجا معلمی رو، و به نظر میاد معلم خوب سرخانه داشتید آقای دکتر. بله قطعا همینطور. آره، خوشا به سعادت فرزندان که معلم سرخانه داشتند و صاحب مراتب این چنین شدند، و اگر جدا شما این چنین نمی شدید جای تعجب داشت. آفرین به جناب عالی، سرکار عالی، که بخش قابل توجهی از توفیقات این خانواده و امکان
آمال پردازی های مردتون، همسرتون، آقای شما به واسطه تدارک و فراهم شما بوده. و حالا چون نوبت اختتام برنامه رسیده، خواهش میکنم اون چند بیت رو بفرمایید و بعد هم نشانه پایانی رو بدید. من میخوام تقدیم کنم به همه معلمین بزرگوار سراسر کشور و این زبان حال اوناست که من میخونم. این سروده جناب عالیست قربان. نخیر متاسفانه نه. بعد از این صحبتهایی که کردم و عشقی که به فرزندان روحانی خودم دارم، این زبان حال همه معلمین همدلی است که با هم کار کردیم تا تونستیم. این جالب اینه که این کاغذ چرک نویس هم شطرنجیه و پشتش یه سری محاسباتی وجود داره. یعنی به نظر میاد بی‌ریاضیات مباد روزی و روزگاری. جناب خسروی، من چون چشمم به خاطر دیابت خیلی دیدش کمه، اینا رو من درست نوشتم که اینجا بتونم بخونم و خط ریز رو نمیتونم. ببخشید منو استدعا میکنم. اکنون اگر روزی کسی از من بپرسد چندی که در روی زمین بودی چه کردی، من میگشایم پیش رویش دفترم را، گریان و خندان برمی افرازم سرم را، اونگاه میگویم که بذری نو فشاندم تا بشکفد تا بردهد بسیار مونده است. در زیر این نیلی سپهر بیکرانه چندون که یارا داشتم در هر ترانه، نام بلند عشق را فریاد کردم، نام بلند عشق را فریاد کردم. با این صدای خسته شاید خفته ای را در چارچوب این مکان بیدار کردم. من مهربانی را ستودم، من با بدی پیکار کردم، پژمردن یک شاخ گل را رنج بردم، مرگ قناری در قفس را قصه خوردم و از قصه مردم شبی صد بار مردم. زنده باشید و پاینده. بسیار متشکرم. حق‌شناسی میکنم و بار دیگر به مهمانان ارجمند و بینندگان گرامی زنده باد زندگی تبریک تقدیم میکنیم. خداحافظ. بفرمایید. متشکرم از لطف شما. اگه خسته شدی